أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله. خب در احکام مبتلات روزه و بحث اولش خوردن و آشامیدن هستیم. میفرماید خوردن و آشامیدن عمدی نباشد، ولی اگر غیر عمدی ولو آمد مفصل غذایی را میل کرد بعد یادش آمد که روزه هست، اون باطل کننده روزه نیست. دوم، انسان به خاطر ضعف هم نمیتواند بخورد و یا بیاشامد مگر این که اون قدر ضعف برود که غیر قابل تحمل باشه، اون وقت اجازه دارد به مقدار رفع ضعف، که حالا اون حکم دختر کوچیک هم در اینجا میاد، کارگر هم میاد، دیگه این مصادیقش زیاد است، به اون مقدار رفع تشنگی بسیار کم و یا رفع تشنگی ضعف شدید همون مقدار را اجازه داره اون روز بخوره، ولی باید این را قضا بکنه. به اصطلاح فایدهش این است که کفاره ندارم. حالا یک دختر خیلی کوچیکی هست، 9 ساله 10 ساله، روزه طولانی است، یک وقت میبینی که دیگه از دست و پا افتاده، حالا یک مقدار آب میتونی شما بدهید و این را در روزهای کوتاه قضا بکنید. یا همچین کارگر هم همینطور هست، در صورتی که غیر قابل تحمل باشه. مصادیق باطل شدن خوردن و آشامیدن مثل این است که شما لقمه را در دهان داشته باشید که اذان صبح شروع شود و بدانید که الان وقت اذان صبح هست، باید همون لحظه لقمه را از دهان بیرون بیارید و دهان را بشویید. ولی بگید خب حالا اذان داد یک دقیقه اشکال نداره، این موجب بطلان روزه هست. و یا به اصطلاح افطار هنوز نشده شما افطار کنید، ولی بهتر این هست که ما امساک کنیم. امساک یعنی چی؟ یعنی با احتیاط 5 دقیقه 10 دقیقه قبل از اذان صبح دیگه نه چیزی بخوریم نه چیزی بیاشامیم، و بهتر است مسواک هم بزنیم و آماده نماز صبح بشویم که روزه کامل و تام و یقینی بگیریم. از اون طرف هم افطار هم یک مقدار صبر کنیم که حداقل اذان به پایان برسه، اگرچه میتواند در همون اول افطار بکند، ولی احتیاط این هست. دوم، چیزی بین دندان را در دندان مانده مسواک نزده. اگر در روز عمدن این را بخوره این هم موجب ابطال روز است. همونطور که اونجا احتیاطش امساک هست، اینجا احتیاطش مسواک هست که انسان قبل از اذان صبح مسواک بزنه که چیزی در لای دندانش نماند. چهارم، مصادیقی که روزه را باطل نمی کند، مثلا آمپول، سیروم روزه را باطل نمی کند. فرمودن هر چند مغذی باشد، این را فقط حالا آقای سیستانی می فرماید. آقای سیستانی باید، اگر کسی غیر از آقای سیستانی تقلید می کند، باید به مجتهدش مراجعه بکند، چون بعضی از مجتهدین کل اینها رو میگه باطل میکنن، بعضی ها میگن فرق میگذارن بین این که این آمپول و سیروم مغذی هست، تقویت کننده هست یا درمانی است. باز هم اینها مجتهدین در اینجا اختلاف فتوا دارن، ولی حضرت آیت الله العظمى سیستانی به صورت کلی میگه آمپول باشه، سیروم باشه، درمانی باشه، ولو تغذیه‌ای یا تقویتی باشد اشکالی نداره. دوم، مصادیقی که روزه را باطل نمی کند، ریختن دارو در چشم و گوش، هرچند مزه اون به گلو برسد، ولی شرط دارد. شرطش این هست که قصد نداشته باشد که این را به گلو برسانه، و به اصطلاح این قصد را نداره که این دارو به گلو بره. ولی در بینی و دماغ اگر
آبی بندازه یا دارویی رو بندازه و این به حلق برسه، اون از مصادیق ابطال روزه است که حالا انشالله این حکمش را بخوانم بر شما که مهم هست. فرمودن، حالا این بعدیش رو بخوانم، ولی اگر فرد آب یا چیز دیگر را از طریق بینی وارد حلق و میری نماید، آشامیدن صدق نموده و روزه را باطل میکنه. خب سوم، جویدن غذا برای بچه و پرنده بدون قصد بردن در حلق و مزه غذا. مثلا یک غذایی را سفت هست، شما می جوید، مادر می جوید که بر بچه نرمش کنه و قصد هم نداره که این را بخوره و از حلقوم داخل بره، یا بر پرنده خود یک غذا را به اصطلاح تیکه تیکه می کنه، این می فرماید باطل کننده ی روزه نیست، ولی همه اون چیزهایی را که جویده باید بیرون بندازه. مزه غذا چی؟ خانم ها سوال می کنن، اشکال ندارد که این شور شده یا کم نمک شده چطوری هست، این هم اشکال نداره در صورتی که قصد فرو بردن نداشته باشد و اون رو بیرون بندازه. و چهارم مصداق، مزمزه است. مزمزه یعنی آب را در دهان بردن، که این یک بحث داره که آیا در وضو چطور ما مزمزه بکنیم نکنیم، برای سر کردن دهان چی، برای شستن دهان چی، این یک بحث دیگه است. پس مزمزه کردن گرچه مکروه است ولی باطل کننده وضو نیست. لذا از مؤمنین خواهشمندیم اگر علاقمند به این کلیپ ها هستند به دیگران معرفی بکنن و بعد در زیر این ویدیو در همون یوتیوب برای بنده به اصطلاح کامنت بگذارن. بعضی از آقایون خانم ها سوال میکنن، سوال های شخصی میفرستن در موبایل بنده، اشکالی ندارد، من در خدمت اونها هستیم، ولی بهتر هست در همون یوتیوب اگر بنویسم که من در زیرش جوابش رو بنویسم که همه استفاده بکنن. اگر این ویدیوها مورد علاقه شماست انشاءالله سابسکرایب کنید و به دیگران معرفی بکنید و پیشنهاد بدید که باعث راهنمایی بنده و تشویق بنده برای ادامه کار باشد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.